سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. نمیتونین دیگران رو شیفته خودتون کنید؟ دلتون میخواد شبیه آدمای کاریزماتیک باشین؟ در این برنامه 9 رفتار گیرا و جذاب رو به شما معرفی میکنیم که از ویژگی های افراد کاریزماتیکه. کاریزما مجموعی از رفتارهاست که ربطی به زیبایی فیزیکی نداره. این خبر خوبی برای کسانیه که توقعی نمیره عکسشون روی جلد مجله های مد چاپ بشه. برای اینکه جذاب بشین نیازی به جراحی پلاستیک ندارین، فقط کافیه این رفتارها رو تمرین کنین. حالا بیاین این رفتارها رو با هم بررسی کنیم. اولین مورد واکنش های هیجانیه. رفتار مادر بزرگتون رو در نظر بگیرین. وقتی که بعد از مدت زیادی شما رو میبینه، اون دستاشو بالا میبره و زانوهاش خم میشن. مردم همراهی با کسانی رو دوست دارن که از زبان اشاره ها برای نشون دادن احساساتشون استفاده میکنن. قطعاً دلتون نمیخواد سر کار دلغک بازی در بیارین و رفتارهای نامناسبی از خودتون نشون بدین. ولی رفتارهای متناسب با موقعیت و اتفاقاتی که در جریانه خوشایند و جذاب هستن. مورد دوم خنده واگیر داره. من مدیر فروشی رو در حوزه مدیریت مالی میشناسم که خنده بسیار خاصی رو از پدرش به ارث برده. اگه شما هم یه بار این خنده رو بشنوین تا آخر عمر اون رو فراموش نمیکنین. این محبت رو ژنای اون براش به همراه داشتن. این خاصیت شیطنت آمیز و مسخره صدا شوخ طبعی شما رو تحریک میکنه. هر بار که من این خنده رو میشنوم بی اراده لبخندی بر چهرم ظاهر میشه. از طرف دیگه چند بار پیش اومده که مدیران اجرایی که از قضا مردم هستن به من مراجعه کردن و برای خلاصی از خنده‌ای که توسط خانم‌ها که ناخوشایند خونده شده از من کمک خواستن. من نتونستم به اونا کمکی کنم. ولی یاد گرفتم خنده همونطور که میتونه جذاب باشه میتونه زننده و ناخوشایندم باشه. فرقی نمیکنه زن باشین یا مرد. با خنده زننده و نامتناسب نمیتونین اطرافیان رو جذب کنین. مورد سوم نشون دادن احساسات از طریق صداه. تا به حال دقت کردین چقدر خوبه وقتی به یه نفر تلفن میزنید و وقتی اون شما رو میشناسه رضایت و هیجان در صداش منعکس میشه. حتی اگه این اثر در صدا ظریف باشه، بازم از اینکه به شما بها داده شده لذت میبرین. صدای سرزنده و رسا یکی از موثرترین ابزارهای دنیاست، خصوصا وقتی تنیندار باشه و زیر و بم و سرعت و بلندی اون به طور متناسب تغییر کنه. مورد چهارم لمس دوستانه است. لمس کردن نباید به نحوی باشه که به خاطر شدت، فشار یا ناحیه‌ای که لمس میکنید، فرد مقابل احساس ناراحتی داشته باشه، بلکه صرفاً به معنای لمس دوستانه بازو، شانه یا دسته. پیشخدمت‌هایی که در این مورد مهارت دارن، انعام بیشتری به دست میارن. شاید به یاد داشته باشین که جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا وقتی از پشت به آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان که روی صندلی نشسته بود نزدیک شد و شروع به مالیدن شونه‌های اون کرد، باعث شگفتی دنیای غرب شد. خود آنجلا مرکل هم شوکه شده بود. لمس کردن آروم بازو نشونه‌ای گرم و دوستانه است که میتونه باعث تسلای خاطر طرف مقابلتون بشه. قبل از ادامه برنامه اگر تا اینجا با ما همراه بودید حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون. اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میرسیم به مورد پنجم. یعنی از بودن در مرکز توجه لذت ببرین. هرچند بیشتر مردم نظرات متضادی در مورد مرکز توجه واقع شدن دارن، اما بعضیا با قرار گرفتن در مرکز توجه مردم تازه شکوفا میشن و به بهترین نحو ظاهر میشن. در واقع بیشتر بازیگران هم صحبت خوبی نیستن و شخصیت برونگرایی هم ندارن، اما همین که در مقابل جمعیت قرار بگیرن موتورشون به کار میفته و خودشون رو نشون میدن. مورد ششم چهره گویاست. رونالد ریگان بیشتر به خاطر چهره گویاش به عنوان سخنرانی تاثیرگذار مشهور بود. اون میتونست مثل هر ایرلندی اصیلی درست در زمان نیاز بدرخشه و خودشو نشون بده. بیشتر ارتباط چشمی شنونده روی صورت شما متمرکزه. هرچی اون بتونه اطلاعات بیشتری رو از روی چهره بخونه بیشتر دقت میکنه و نه تنها ایده ها بلکه معانی احساسی نهفته در کلمات شما رو هم درک میکنه. بر اساس تجربه خودم بیشتر کسانی که در موضع قدرت هستن دارای چهره بسته یعنی بی حالتن
و از نفوذ ناپذیری چهرهشون برای ایجاد ترس و فرمان برداری استفاده میکنن. چهرهای بسته حالتی سرد دارن و احساسات زیادی رو منعکس نمیکنن، در حالی که چهرهای باز گرم و گویان و در 90% موارد چهرهای گرم نسبت به چهرهای سرد برتری دارن. یه نکته، اگه موهای بلند دارین، حالا چه مرد هستین یا زن، نباید بذارین پیشونیتون زیر موهای چتری پنهان بشه. پیشونی برای نشون دادن بسیاری از احساسات ناحیه‌ای مؤثر محسوب میشه و مثل بیلبوردی برای چهره شما عمل میکنه. مورد هفتم، گرم گرفتن با غریبه هاست. بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه‌ای که چند سال پیش توسط سیمزیت و همکارانش طراحی و اجرا شد، کسانی که خودشونو درونگرا میدونستن بیشتر دوست داشتن با افراد برونگرا معاشرت کنن و افراد برونگرا هم احساس مشابهی داشتن. بیاید رو راست باشیم. همه ما از بودن با کسانی که موانع بین افراد رو زیر پا میذارن و تجربه اجتماعی شاد و با روحی ایجاد میکنن لذت میبریم. من افرادی که این توانایی رو دارن که با غریبه ها سر صحبت رو باز کنن و اونها رو درگیر یک مکالمه واقعی کنن تحسین میکنم. منظورم صحبت های متظاهرانه و پرحرارت در مورد موضوعات بیمنی نیستا، بلکه ویژگی های مورد نظر من صریح بودن، واقع بین بودن و مهارت گوش دادنه. مورد هشتم، نگاه های نافذه. تعیین تعریفی مشخص برای نگاه نافذ خوب کار سختیه، ولی وقتی با اون مواجه بشیم خوب تشخیصش میدیم. من این نوع نگاه رو تو بچه ها دیدم، همچنین تو همسرم که مهارت زیادی در اون داره. باید اعتراف کنم که وقتی نوجوان بودم ساعتها جلوی آینه این نوع نگاه رو تمرین میکردم. ویلیام بلیک، شاعر مشهور انگلیسی، اینجوری میگه: وقتی با چشم‌ها و نه از درون چشم‌ها به دیگران مینگریم، دروغ‌هاشون رو باور می‌کنیم. یه نگاه نافذ هم همینطوره و نه با چشم‌ها، بلکه از درون اونها ساخته میشه و در عمق وجود کسی که نگاه می‌کنه و کسی که به اون نگاه میشه نفوذ می‌کنه. مورد نهم، مهارت در پانتومیمه. تفاوت پانتومیم با واکنش‌های هیجانی در عمدی‌تر و قابل کنترل‌تر بودن پانتومیمه. پانتومیم یعنی توانایی اجرای داستان، یعنی بتونید با حرکات بدنتون به شنونده کمک کنید اون چرا که بهش میگین تصویرسازی کنه. این مهارت به چهره گویا هم مربوطه. هرچه مخاطبانتون بیشتر متوجه زبان بدن شما بشن، بهتر میتونن منظورتون رو درک کنن و از مصاحبت با شما بیشتر لذت میبرن. جوانای زیادی رو دیدم که داستانهایی که برای همدیگه تعریف میکنن رو اجرا میکنن. اونا فقط میگن اون اینطوری کرد، من این شکلی بودم، بعد اون اینطوری کرد. اونا عملا از کلمات برای توصیف حرکات استفاده نمیکنن، فقط پانتومیم اجرا میکنن و همه هم از این روش خوششون میاد. استفاده از دستاتون برای بیان یه مطلب در سخنرانی ها روشی مؤثر و قابل قبوله. در واقع اگر از دستاتون استفاده نکنید، شنونده‌ها ممکنه تا 75% از منظورتون رو متوجه نشن. مطمئن بشین که حرکات و اداها رو به شکل درستی به کار میبرین. نباید حرکاتتون طوری باشه که انگار مورد حمله یه دسته زنبور قرار گرفتین. حرکاتی که به کار میبرین باید سنجیده باشن و برای مقصود مشخصی شکل بگیرن و به کار برده بشن. حالا به دو سوال اساسی و پر اهمیت میرسیم. اول اینکه آیا کاریزما یاد گرفتنیه؟ و دوم اینکه آیا باید اونو یاد گرفت یا این کار فقط یه جور فریبکاری و تظاهره؟ در جواب به سوال اول من میگم بله. به نظر من کاریزما رو میشه یاد گرفت. همونطور که ما رفتارای مؤدبانه رو یاد میگیریم. مثل اینکه بگیم لطفاً یا متشکرم، تا در نظر دیگران خوشایندتر به نظر برسیم. پس میتونیم کاریزما رو هم یاد بگیریم. و سوال دوم، آیا باید برای یاد گرفتن اینطور مهارت‌ها تلاش کنیم؟ من جواب میدم البته که باید این کارو بکنیم، اما بدون اینکه به کسی صدمه بزنین یا اونا رو فریب بدین. این تکنیک‌ها نیستن که شما رو متقلب و فریبکار می‌کنن، بلکه هدف از انجام اوناست. در هر حال شما این توانایی رو در خودتون دارین که رفتارهای جدید رو کسب کنید، فقط به این شرط که به اندازه کافی براتون مهم باشن. آیا این کار آسونه؟ نه. ولی آیا قابل انجامه؟ مطمئن باشین که هست.
اگر دوستانی دارید که کاریزماتیک بودن تو زندگیشون میتونه تأثیر بسزایی در رشدشون داشته باشه، پس حتما این برنامه رو با اونا به اشتراک بگذارید. حالا یه سوال، شما خودتون رو فردی کاریزماتیک میدونید یا نه؟ برای آشنایی با 13 ویژگی افراد بسیار باهوش بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه اگر به خودت باور داشته باشی، دیگرانم تو رو باور میکنن، مثل من که به شما باور دارم. پیروز و موفق و سربلند باشید.